به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بعد از ظهرتان بخیر. خوش آمدین در برنامه رسم زندگی. انشالله که روز را تا این دم خوب خوبی و خوشی آنچنان که دوستان سپری کرده باشین، لحظات خوب را بر خودتان رقم بزنین. فرصت های خوب از در دست ما، انشالله که از این فرصت ها بتانین بهترین استفاده ها را داشته باشین. عزیزای ما که بیرون از افغانستان در هر گوشه و کنار از جغرافیای زمین زندگی میکنن، وقت و اوقاتتان بخیر باشه. انشالله که زندگی طبق میلتان پیش بره، حال دلتان خوب باشه، لبخند واقعی بر روی لب داشته باشین. خوشبختانه در نیم ساعتی که من با شما هستم بهترین برنامه را تقدیمتان میکنم، البته با همراهی و حضور شما عزیزان که همیشه بودن شما بر ما یک انرژی مثبت هست و قوت قلب میبخشه تا بتونیم بهترین برنامه را تقدیمتان کنیم. با آقای خواجه بلال صدیقی استاد دانشگاه هستیم در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی، اینکه چقدر میتونه نقش داشته باشن و تا حالا چقدر تونستن مردم نقششون را به شکل درستش، همون وظایفی که دارن و مسئولیت هایی که به عنوان یک شهروند کشور دارن چقدر تونستن ادا کنن، بیشتر صحبت ها با جناب استاد شما هم میتونن تماس بگیرن. 0220293 شما را با ما وصل میسازه، میتونن تماس بگیرن مستقیما. اگر سوال دارین و یا هم پیشنهاد دارین، میتونن نظریات خوب خود را با ما از طریق برنامه شریک بسازن و ما هم بتونیم از نظریات نیک شما دوستان مستفید شویم. اما قبل از صحبت های ما بسیم معلوماتی در این ارتباط آماده ساخته، میریم با هم یک جا تماشا میکنیم. نقش مردم در حکومت اسلامی. در حکومت اسلامی مردم در تشکیل حکومت، قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرای قوانین نقش جدی و فعال دارند. به عنوان نمونه، مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس در قانون و سیاستگذاری های کلان جامعه دخالت می کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها در سیاستگذاری های جمعی دخالت می کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور بالاترین مقام مملکتی را پس از رهبر برمی‌گزینند. هیئت دولت نیز از دو سو به طور غیر مستقیم منتخب مردم است، زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم هیئت دولت را معرفی می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‌دهند. در عین حال باید توجه داشت که نقش مردم در همه این امور در چهارچوب قوانین شرعی است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی مساوی باشد، در این صورت می توان گفت که خواست مردم مقدم است. دلایل چون لزوم مشورت از نظر شرعی می تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه شناسی سیاسی این مسئله موجب مقبولیت و کارآمدی بیشتر نظام می شود، مگر آنکه به دلایل تغییر در تصمیم گیری امکان پذیر نباشد. وقت بر همتون بخیر. واسه معلوماتی را تقدیمتون کردیم و هیچ ملت موفق نمیتونه بدون دولت و همکاری های دولت باشه و هیچ دولت هم نمیتونه بدون همکاری های مردم و اتباع همو کشور هم موفق نباشه. پس این دو هم لازم و ملزوم همدیگر هستن، نیاز دارن به همدیگر و به خاطر اینکه یک کشور خوب داشته باشیم خوب است که تمام اتباع کشور ما با دولت همدست باشن، همگام باشن و مسئولیت های شهروندی خود را به شکل درستش انجام بدن. بیشتر میخوایم این مورد با جناب استاد صحبت داشته باشم. 0220 راههای 1093 پل ارتباطی میان ما و شماست، میتونه تماس بگیرن. سلام استاد، بعد از ظهرتان بخیر. بسرزت خوش آمد. سلام و وقت بخیر. آرزو میکنم تاییدم بینندگان و شنوندگان برنامه خوب شما رسم زندگی آفت سلامت به تن داشته باشن. عید گذشته را برشان تبریک بگویم و درود و صلوات بفرستیم بر شهدای اخیر فلسطین و افغانستان. زنده و سلامت باشین، با شما همچنان تبریک باشه استاد. روزهای عید انشالله که بخیر خوبی سپری شده باشه. استاد، میخواییم بیشتر در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی، قسمی که بستر هم تقدیم کردیم برای بیننده، اما میخواییم مفصلا روی این موضوع صحبت داشته باشیم. میشنویم از شما با آغاز یک مقدمه. خیلی خوب، قبل از اینکه بحث ما شروع کنم اول میخواییم یک مقدمه بودم. مقدمه میگه که اول یکی حکومت اسلامی پسوند داریم و یکی مردم.
مردم حکومت اسلامی. اگر برگردیم به قانون اساسی ما میبینیم که با ماده اولش گفته که دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی دولتی را که ما میسازیم این دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، نه نظامش، نه ایدئولوژیش، نه باورهایش و نه خواسته های مردمش شکل گرفته بر اساس این باورهای دینی که آمدن بر حرکه قدرت رساندن یک شخص هم. ای انسان هایی که در این کره اجتماع زندگی میکنن در محدوده به نام افغانستان باید پیرو دین مقدس اسلام باشن، یک و مردم، و دوم حکومت اسلامی. حکومت اسلامی دیگه یعنی پسوندی داره که با اسلام گیری خورده، اسلامی که از قرن هفت با پیامبر محبوب ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم شروع میشه. یعنی حکومت های دینی زمان شکل میگیره قرن هفت است، چون پیامبر یگانه رهبری بود که آمد هم حکومت دینی تاسیس کرد و هم حکومت سیاسی. یعنی زمانی که مکه را میخواست فتح بکنه در سال 10 هجری، اینجا شما میبینید با 10,000 نفر میایه، حکومت هست، قدرت هست، سیاست هست، اما تعهد تخصص است که میگه خانه ابو سفیان امترین جای باشه و ابو سفیان. یعنی ما پس میتونیم بگوییم که حکومت و دولت لازمه ملزوم یکدیگر هستند و حکومت ها هستند که تصمیم میگیرن نحو نظامشان آیا سکولار باشه، آیا دموکراسی باشه، آیا اسلامی باشه، آیا 12 امامه. یعنی شما ایران مثلا ما مثال بزنی، اونا حکومت اسلامی، اونا هم جمهوری اسلامی ایران هستن، اما شورای خبرگانی دارن. اون شورای خبرگانش از عمو علما، دانشمندان، متخصصین بخش اسلامی هستن که میان تصمیم میگیرن که کیها به قدرت برسن تا بتواند در آینده کارایی و مدیریت بهتر در اوضاع حکومت داری داشته باشن. بله. خب استاد، اگر بخوایم که یک حکومت خوب داشته باشیم و یک حکومت موفق در یک کشور داشته باشیم، چقدر میتونه که ارتباط حکومت با مردم مهم باشه در این عرصه؟ چرا که ما اگر بخوایم یک حکومت خوب تشکیل بدیم، مطمئنن که نظریات مردم و مسئولیت هایی که مردم را بدون شک مهم هست، ولی حکومتی که با مردمش در ارتباط هست و خواسته های مردم را در نظر میگیره، مردم را بیشتر حق میده، سهم میده، میتونم ببینیم و شاهدش باشم که یک حکومت موفق میباشه. میخوایم در این مورد هم از شما بشنویم. خب ما در اول گفتیم دولت ها و ملت ها متشکل از اتباع هستن، یا هم شهروند و یا ما تبع اتباعی که در او زندگی میکنیم. اگر شما فرض بگیرین عمله انتحاری صورت میگیره و ما متهم و کسی که داره عمله را انجام میده میشناسیم، اگر با دولت همکاری بکنیم چطور میتونیم مفیدیتش ببینیم؟ وقتی ما بحث ارتباط هم مطرح میکنیم، یعنی یک فردی که در یک جامعه زندگی میکنه 100% میتونه مثبت واقع شوه و 100% میتونه منفی واقع شوه. این بستگی به باورها و ایده های خود فرد داره و دولت، رسانه ها، اپوزیسیون، جامعه که چقدر میتونن تبلیغ بکنن تا بتونن نواقص دولت پایین بیاره و کیفیت و راه رفاهی را که دولت برای اتباعش پیشکش میکنه خوبتر شود. ما میتونیم امروزه ببینیم 119 پلیس که ایجاد شده، شما میتونین تماس بگیرین، جرایم در سطح کابل و ولایات کاهش داده. چرا؟ بخاطر از اینکه شهروندا هستن که تصمیم میگیرن با دولت خدا همکاری بکنن. یعنی اگه شهروندا تصمیم نگیرن، همکاری نکنن، دولت چطور خبر شوه که در المان در دوکترین نقطهش داره یک شخص بمب‌گذاری میکنه و عمله انتحاری انجام میده، اما یک کسی از اموج 119 را بدون مصرف تماس میگیره با قلب پلیس 119 اجراات میکنه. پس ما میگیم که ارتباط یگانه راه موثر است، کمترین بودجه تا ما بتونیم به هدف مطلوب که حکومت اسلامی است برسیم، این بهترین راهش است که ما همکاری بکنیم. بله واقعا. خب استاد، ضعف اساسی در افغانستان فعلا در کجا هست؟ ما چون نمیتونیم که با دولت ارتباط خوب داشته باشیم، اصلا صدای مردم را دولت نمیشنوه و اگر میشنوه هم نمیتونه به خواسته هایشان پاسخ درست بدن. میخوایم در این مورد هم نظریات شما و همو خلاهایی که بیشتر وجود داره بشنویم. یک دولت مفید زمانی شکل میگیره که افرادش آگاه باشن، خبره باشن، تخصص داشته باشن، تعهد داشته باشن. خب یک دولتی که 40 سال از جنگ وجود داشته، یک دولتی که امنیت نداره، یک دولتی که اقتصاد زیر بناهای خود نداره، یک دولتی که مردمش یا مخالفینش میان مکاتب جاهای آموزشی را
میان تخریب میکنن و دیگه در اینجا سواد علم معرفت و دانایی را میان تخریب میکنن. این خودش نشان میده که فاصله هست میان مردم و دولت. چه زمانی فاصله ها از بین میره؟ زمانی که ما اعتماد سازی را ایجاد بکنیم. اعتماد سازی بستگی به کارکردهای دولت و مردم است. هر جوانی که در یک اداره میخواد کار بکنه، اگر با اساس ای به کار بکنه که تعهد داشته باشه و تخصص داشته باشه، در هر بخشی که ما میایم این دو تا لازم ملزومی یکی دیگر است. حتی یک گزارشگر خوب، یک ژورنالیست موفق، یک سیاستمدار خوب، یک کسی که داره دولت دوری می، همه ما امروزه میفهمیم که دولت ما چه نواقصی داره. امنیت چگونه است؟ اقتصاد چگونه است؟ سواد چگونه است؟ ورزش، این تمام انشان ما میدونیم، نقطه های ضعف ها هم میدونیم، فقط یک اراده برای عملش نداریم. و دولت ما میتونه این را با تعهدسازی، همکاری و احترام متقابل و با همگانسازی مشوره های مردم ولایات و قماندانان جهادی، کسانی که در رأس هستن و میتونن باعث صلح شوند، باعث ازی شوند که آتش بس بیه و باعث ازی شوند که مردم امو عقدمندی هایی را که از دولت دارن مرهم شوند و بیان با دولت همکاری بکنن. بله واقعا. خب استاد، میخوایم به خاطر اینکه از نگاه اقتصادی یک افغانستان با اقتصاد خوب داشته باشیم و بتونیم همه جوانا، مردم افغانستان در هر رشته مختلفی که اونا تحصیل کردن، بیشتر فعالیت داشته باشن و چرخش خوبی داشته باشن، ما از نگاه تولیدات که داریم، از نگاه استفاده از تولیدات وطن ما، این هم میتونه که اگر ارتباط خوب ملت و حکومت و دولت ما باشه. میخوایم در این مورد هم بشنویم. ما از لحاظ تولید زعفران در جهان اول هستیم، ما از لحاظ صدور قالین در جهان اول هستیم، ما پوست خرقل داریم، ما کمپانی های نساجی داشتیم. ما ببینین، اگر ما بخواییم زیربنا کمو اقتصاد است بسازیم، نیاز به امنیت داریم. و اگر امنیت وجود نداشته باشه، اقتصاد دیگر رو به شما فرض بگیرین، لوگر، مثل حینک لوگر، چقدر اینجا میلیون ها دلار خوابیده است، نمیتونن کمپانی هایی را استخراج بکنن. یگانه دلیلش چی است؟ امنیت، که یعنی اینجا امنیت نیست. و یکی دلیل دومی که من بیشتر میخوام روش فکر بکنم این است که تاکید بکنم فساد است. همه بر ترتیب تماما کسایی که در حکومت شریک بودن، نمیتونیم بگوییم اینا پاک بودن. و یک نوعی از آنهایی که خود رئیس جمهور هم در پارلمان گفت همه شما به یک نوعی در فساد مالی شریک آغشته هستین، به یک نوعی ما هم هستم، قبول کرد اونجا که شما هم هستین. اگر ما با فساد مبارزه بکنیم و با این کمک هایی که شد، این کمک ها شفاف دوباره جواب داده شود، شما باور بکنید که افغانستان دوباره با همین رشد و پیشرفتی که دار بیشتر خوبتر می بود. ولی چرا؟ به خاطر از اینکه ما خود ما آغشته به فساد بودیم، نتونستیم کمک‌های جامعه جهانی رو خوبتر مدیریت بکنیم و خوبتر از اونها استفاده بکنیم، نتونستیم بیشتر مکاتب ایجاد بکنیم، پنتونه‌های ایجاد بکنیم، فابریکه ها بسازیم. و یگانه دلیلی که امروز فاصله ایجاد شده میان دولت و مردم، همین نارضایتی‌ای است که در مقابل دولت دارن. امروز فرض بگیرین کسانی هستن که از پنتون فارغ شدن، منتظر وظیفه هستن، خب نیست وظیفه چی بکنن؟ آغشته به شیشان، مواد مخدر را نیست، فرار را نیست. آیا 2014 را شما میتونین حدس بزنین چقدر جوانی که تحصیل کرده بود از این کشور رفت؟ یگانه دلیلش این بود که دولت نتونه زمینه کار فراهم بکنه و زمینه کار لازمه امنیت بود و امنیت لازمه این بود که افراد متخصص هم فرار سرمایه شد و هم در حقیقت جوانان نتونستن که نتونستن زمینه کاری مساعد برشان فراهم شود. سپاس از صحبتهای خیلی خوبه جناب استاد. وقفه داریم، پس از وقفه هم ما را همراهی کنیم. با شما هستیم در ادامه برنامه. وقتتان بخیر. 0220-2093 شماره تماس برنامه است، میتونن که تماس هم بگیرین در برنامه خودتان. موضوع برنامه در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی، اینکه چقدر میتونن نقش داشته باشه. و استاد، مشکلات زیاد وجود داره در هر عرصه که اگر ما بخوایم در افغانستان، مشکلات نامنی هست، مشکلات فقر و تنگدستی هست، مشکلات اینکه ما بتونیم زمینه کاری بیشتر برای جوانان فراهم بسازیم، چنان امکانات در دست نیست. خب مشکلات زیاده در کل وجود داره، ولی میخوایم بیشتر روی راه‌حل‌ها و کارهایی که ما را بیشتر نزدیک بسازه، ارتباط مردم و حکومت را نزدیک‌تر بسازه، بیشتر کدام راهکارها وجود داره؟ خب دولت، شما فرض بگیرین که
دولت از صنف 7 شروع میکنه تا مرحله ای که شما لسانس میشین. در افغانستان نهاد تحصیلی ما رایگان است که شما لسانس شدین. شما بعد از این مرحله دیگه دوره براتون دولت ایجاد نکرده. کی دولت دوره چی است؟ اشتغال زایی. دوره ای که شما با کار باید برین. برین دیگه از تخصصی که ایجاد کسب کردین برین دیگه استفاده بکنین. دولت یگانه راهی که به نظر ما ایجاد داره ممکن است که بتونه جوانا را دوباره طرف خود جذب بکنه این است که اشتغال زایی بکنن، فرصت های کاری را ایجاد بکنن، کمپانی ها را ایجاد بکنن، سرمایه هایی را که به خارج رهبرا نخبه های ما بردن اونا را بیارن دوباره در افغانستان در کابل فابریکا بسازن، نهاد بسازن، انجو بسازن، کارهایی بکنن که در این جوان ها شریک شوند. یعنی او سرمایه ها رفتن و بیرون اگه دوباره برگردن یک مرهمی هست برای جوانان و دولت باید زمینه کار بعد از امنیت در مرحله دوم تمام دولت ها در تعریفشان یک اساسنامه مشترک، اول میگه امنیت، دوم کار. شما وقتی امنیت دارین دیگه باید شکم فرزندتان سیر کنین، شما خودتون لباس میخواین. امروز اگر جوانا، اگر کسایی که از دولت ناراضی هستن، یک اون دلیلش این است که کار وجود نداره. و همین حال مهاجرینی که دارن از افغانستان میره، اگر دلیل بپرسی دو تا دلیل داره، یکی امنیت نیست، یکی کار نیست. اگر ولایات هستن به دلیل امنیت من مهاجرت میکنن، مرکز به دلیل بیکاری. بله واقعا. خب به خاطر اینکه بتونیم حداقل نقش خود مردم، حالا میایم روی اتوبای افغانستان، حداقل بتونیم نقش خود ما را بیشتر و خوبتر ایفا کنیم، کدام راهکارها وجود داره تا که نتونیم یک دولت خوب داشته باشیم و دولت خوب را تشکیل بدیم؟ مطمئنن که نمیتونیم یک حکومت خوب هم داشته باشیم، ولی در اینجا میتونه نقش مردم هم خیلی مهم باشه، به خاطر اینکه ارتباط خیلی خوب با دولت هم برقرار کنیم. در اینجا همو مسئولیت هایی که مربوط یک شهروند میشه، مربوط یک فرد این جامعه یا اجتماع میشه، چی هست؟ خب اول ما همین رسانه خورشید میبینیم، یعنی آزادی بیانی که وجود داره، ما امروز بهترین فرصت هست. یعنی اگه قبل از 2001 فرض بگیرین چنین چیزایی وجود نداشته، بعد از 2001 ما تو به این مرحله رسیدیم که اینجا میایم در مورد نقش مردم و حکومت بحث میکنیم، میایم دولت نقد میکنیم، انتقاد میکنیم، راه حل برش میتیم و دولت هیچ چیز نمیگه. یعنی برای ما آزادی بیان فراهم شده، برای ما عدالت اجتماعی نسبی فراهم شده، ما انتخابات داشتیم. وقتی ما میگیم حکومت اسلامی یعنی همین که بیعت کنیم، ما به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کسایی که میخوایم رهبر شون، لیدر شون، کسایی که میخوایم به پارلمان راه پیدا بکنن، کسایی که میتونن از منافع ملی و عمومی مردم دفاع بکنن، ما میریم اینا رو رای میدیم، اینا رو انتخاب میکنیم. شما در بحث شورای شهرولی شهرها ندارین چنین چیزی ره، به دلیل از اینکه دولت این ایجاد نکرده. یعنی چرا؟ دوره کرزایی صاحب بود، گفت که از لحاظ مالی مشکل داریم، امنیت نیست، این شوراها عقب افتاد. ما شورای جوانان نمیتونیم ایجاد بکنیم، شورای تحصیل کرده و کسایی که شورای بیکارا را، یعنی این شوراهایی که شما فکر کنین زمینه های کاری را ایجاد میکنه برای جوانا و ارتباط شبی ببینین. این رسانه امروز بعد از 21 سال اومده در ایج وقتی داره بحث میکنه، داره به دولت انگیزه میده که ما هنوزم میل برگشت داریم. این جوانایی که دارن فرار میکنن هنوزم میخوان بیاین. جوانایی در وجودشون هستن، در بینشون، که هنوزم میخواد دولتش صلح بیاد. ما در اول بحثم گفتم که خدا کنه این آتش بس ادامه پیدا بکنه. یعنی یک دلیل شده که ما امروز بیایم اینجا بشینیم بحث کنیم، گفتگو بکنیم در مورد دولتی که خوب است، پاسخگوست و دولتی که میتونه ما را نیازمندی های اولیه ما که امنیت، اقتصاد، رفاه و تحصیل است برای ما برآورده بکنه. از دولتی گپ میزنیم که باید آقای غنی و دکتر عبدالله این را برای ما مساعد میساخت که نساخته. بله. خب استاد، میاییم روی نماینده های مردم ما که از بین مردم، از بطن جامعه، از انتخاب مردم ما انتخاب شدن، اینا خود مردم ما انتخاب کردن نماینده های مردم از 34 ولایت افغانستان، اینا چقدر نقش دارن؟ تا حالا تانستن نقششان را به شکل درست شفا کنن؟ یک سوال مشکل است، یک کمی مشکل به این خاطر است که ما در پارلمان 249 نفر داریم. بله. این 249 نفر چطور میتونی قضاوت بکنی؟ خب مثلا همین مسئولیت های ابتدایی، خب حالا مشکلات زیاده در هر ارگان باشه، در هر جایی باشه وجود داره، این همه ما میدانیم که یک گپ واضح است، ولی مشکلات عمده که هست یا هم مسئولیت های عمده که هست، اولیه که هست، حالا تانستن که ارتباط خوبه بین مردم، اتباع افغانستان و دولت حکومت،
بله چرا نه، امروز اپوزیسیون هست، مخالفین دولت هستند، وکلا هستند، رسانه وجود داره. ما همین حال تشکری میکنم از دولت ما، از رهبرای ما. اگر این بحثی را که شما را انداختین، اگر در زمان دکتر نجیب میبود، شما مستحق مرگ بودین. آزادی بیان آزاد از مؤلفه های همین نظام ما هست دیگه. اگر ما بیایم بگوییم که تماما کارهایشان خوب بوده، خب نه، دولت ما کمی ها و کاستی های خود داشته، اما خوبی های خود هم داشتن. مثلا جوانایی از امی کمک های دولت حتی ما استفاده کردیم. من خودم شخصا خودم از صنف 7 اومدیم تا دوره پنتون رایگان. در تماما کشورها آل دوره تحصیل پولی شده، باید پول بدی شما برین درس بخونیم. امی آرواردی را که ما میخوایم بریم، برای خود شهروندایش پول باید پرداخت بکنن تا ما تحصیل بکنن. یعنی امروز اگر ما بگوییم که تماما جوان ها از دولت بیزار هستن، نه، ما خوشبین به این دولت هستیم، وکلای ما خوشبین هستن. چرا؟ او وکلایی که به نمونه بشردوست صاحب است، پدرام صاحب است، یا اینا بی بی صدا بلند میکنن، ضرور نیست 249 تا وکیل تمامنش هم صدا شون. مهمی است که حداقل دارن میشنون، واکنش خونشان میدن، میدانن که یک نفر از در جمع ما که دارن میدانن ما چی میکنیم. بله واقعا. خب به خاطر اینکه ما افغانستان کشور دومین کشور است که نسل جوان را بیشتر تشکیل میده، و به خاطر اینکه ما بتانیم کشور موفق داشته باشیم، نیروی جوان، انرژی جوان بسیار هست، و استفاده از این نیروی جوان تا حالا چقدر تانسته که موفقانه باشه و چقدر میتونه که ما را موفق بسازه، و به خاطر اینکه ارتباط خوب باشه، ما استفاده داشته باشیم از ذهنیت ها، از افکار و از همون داشته هایی که خیلی جوان های برجسته ایره داره، ما در رشته های مختلفی که اونا زحمت کشیدن تحصیل کردن. فکر میکنم اگه در بخش ورزش ببینیم، در همی اواخر ما قهرمان داریم دیگه. در بخش تکنولوژی معلوماتی بود، ربات ها، دختران و بانوان هرات بودن که رفتن مدال گرفتن. واقعا. خب شما فرض بگیرین این تعداد مهاجری که در 2014 رفت، تمام از این کهنسال نبود، تمام از این یعنی از طبقه بی سواد خو نبودن، تمام از اینا کسانی بودن که شاید در بینش حتی ماستر هم ما داشتیم، رفتن. اگر دولت زمینه را فراهم می ساخت، اگر امنیت می بود، اگر اقتصاد زمینه های کاری وجود می داشت، اونا چی نیاز داشتن که برن به کانادا و جرمنی و به کشورها؟ جوانی که امروز دیگه به سن 20 25 رسیده، اولین سوالش از دولتش در مورد کارش است که دولت چه زمینه‌ای را برام مساعد می‌سازد تا ما بتونم مصروف شوم. امروز در قرن 21 یکی از سوال‌هایی که صبح شما از خواب بیدار میشین این است که پلان امروز ما چی است. امروز جوانای افغانستان و صبح که از خواب بیدار میشن پلان ندارن، پلان امروز ما چی است. یعنی که دیروز ناراضی بودم، امروز هم باید ناراضی باشم، فردا هم ناراضی میباشم، همه ما ناراضی باشیم، پس دولت کی میخواد بسازه؟ مثل من افتخار میکنم بر وجود شما، وقتی شروع میکنین با همو انگیزه، این خبرنگاران نیرو و بلنگوهایی هستند که برای دیگرها دارن دولت خدا رو تبلیغ میکنن که خوبی های ما هست. بدون شک. زنده و سلامت باشین. تشکر از حضورتان، بحث خیلی خوبی با شما داشتیم. یک جان سپاس از دعوتتان، از شما و از بیننده های عزیزی که مرا تا این دم تحمل کردن، حرفای ما را شنیدن. آرزو میکنم هر روزشان هید باشد، ایام با کامتان. زنده و سلامت. دوستای عزیز، سپاسگزاری خاص از همراهیتون که تا این دم با ما همراه بودن. انشالله که بقیه روزتون هم با دستاوردهای خوب طبق میلتون پیش بره. لحظات اوقات خوش و بقیه برنامه های تلویزیون خورشید را فراموش نکنید.